بعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم لعن الجبت والطاغوت، اللهم لعن أبا الشرور وأتباعه. السلام عليك يا مولاي يا رسول الله، بخان بنام خدایت که آفریده تو را، بخان بهانه خلقت خدا خریده تو را، بخان امین خدا این فرشته وحی است، قسم به روح امین تا کمر خمیده تو را، ستوده نام تو را در ازل کتاب خدا، به روی لوح حقیقت تو را کشیده تو را. عرض سلام و ادب و احترام و تبریک دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی امام حسین علیه السلام. اسعد الله ایامکم. عید میلاد مبعث پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله بر کلیه مسلمانان جهان مبارک باشه. پیامبری که به خاطر اتمام مکارم اخلاق مبعوث شده، پیامبری که نه تنها برای شبه جزیره عرب در اون موقع مبعوث شده، بلکه برای کل دنیا مبعوث شده و خدای تبارک و تعالی وعده این که دین مبین اسلام عالمگیر بشه رو داد، و در این حال هم میبینیم که الحمدلله رب العالمین کمتر جایی هست که دین مبین اسلام رو نشناسن. حالا بعضن متاسفانه به خاطر بعضی از عمل کردها به صورت منفی میشناسن، و بعضی ها خیر، به خاطر عمل کردهای مثبت اون دین رو کامل میدونن و از نوع حکومت دینی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام بگیرن، نکاتی رو و اون رو به عنوان منشورهای بین المللی نشر بدن. و این سفارش ائمه اطهار و اولیاءشون هست، سفارش آقا امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هست، که افرادی که برای دین ما زحمت میکشن، برای خدای تبارک و تعالی زحمت میکشن، مخالف هوای نفس خودشون هستن، از خدای تبارک و تعالی میترسن، شما هم از اونها پیروی بکنید
و این دین رو به همگان معرفی بکنین. یکی از وصایای خیلی مهم حضرت آیت الله العظمی حاج سید صادق حسینی شیرازی هست که همیشه در تمام سخنرانی ها فرمودن بشناسید دین رو، بشناسید پیامبر رو، بشناسید ائمه اطهار رو، معلومات خودتون رو بالا ببرید و به دیگران انتقال بدید، چون یک وظیفه عمومی و کامل هست و از گردن کسی نمیفته این مورد. همه و همه باید مبلغ دین باشن، مبلغ ولایت آقا امیرالمؤمنین و اولاد معصومشون باشن، همه باید مبلغ غدیر باشن. فرمایش پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله که مد نظرتون هست، فرمودن فلیبلغ الحاضر الغائب الى یوم القیامه، یعنی تا روز قیامت این مسئولیت گردن تک تک ما هست. لحاظاست بگیریم اخلاق نبوی و علوی و فاطمی و حسنی و حسینی رو و به همه عزیزان منتقل بکنیم، اونها هم ان شاء الله منتقل کننده باشن تا روز قیامت و کسی نباشه که با دین مبین اسلام بیگانگی داشته باشه و آشنایی نداشته باشه. با فرهنگ غنی اسلامی و با فرهنگ غنی محمدی، علوی، فاطمی، حسنی و حسینی غریبه باشه و نتونه دنبال حق و حقیقت باشه. ان شاء الله روزی هممون باشه، هممون از مبلغین دین حقی و مذهب اثناعشر باشیم تا همگی انشاءالله رستگار باشیم. و اما امروز روز پنجشنبه است، شب و روز زیارتی خاصه آقا سید الشهدا و عید مبعث هست. اول از همه در خدمت جناب شیخ محمد سیروس از ونکوور کانادا هستیم با تعاریف اخلاق که در منطقه های غربی مورد نیاز هست رو با هم ببینیم و بشنویم و بعد از اون انشاءالله صدای شما رو به کربلای معلا برسونیم. بریم و برگردیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان انشاءالله که حالتون خوب باشه. امروز برنامه رو ادامه میدیم، بحث اخلاق و زندگی در غرب. برنامه اخیر بحث از امر به معروف بود، امروز میخواییم همون بحث رو ادامه بدیم انشاءالله. به ابعاد مختلف در این مورد میخواییم صحبت کنیم با یه دیدگاه اجتماعی. یکی از زیباترین چیزی که در اسلام هست همون دلسوزیه. دلسوزی واقعا چیزی که همه شیفت به اسلام شیفته میشن، میگن چقدر دین زیبایی است که ما همش به فکر خود ما هستیم، فکر دیگران هستیم، که به طور با یه چشم دلسوزی میخواییم به هر حال هم خودمون رو هدایت کنیم و دیگران. و امر به معروف یه وظیفه است، اتفاقا یک وظیفه مهمی هست که ما هم از طریق لفظی یا عملا یا راه‌های مختلف میتونیم امر به معروف کنیم. اولا به خود ما، حالا خود ما، ماهایی که توی غرب زندگی میکنیم، مثلا وقت نماز، اوقات صلات، خب اینجا که اذانی نیست تو خیابون که به هر حال به یاد نماز ظهر باشیم، خب ما سر کار هستیم یا بیرون هستیم، صدایی از اذانی وجود نداره. خب ساعتایی هست، ساعتای موچی الکترونیکی، میتونی خب ساعتای نماز را میزون کنیم. یا فرض کنید که خب تو خونه یه ساعتایی هم هست رو کامپیوتر، روی تلفن همراه کمک میکنه، ولی خب امکان داره مشکل باشه، خصوصا خب اگر توی شرکتی ما زندگی کنیم. ولی اولین چیزی که باید به خود ما بگیم که به هر حال به خودمون
باید با دلسوزی با خودمون برخورد کنیم. با دلسوزی ببینونی بعضیا میگن که من مواظب سلامتی خودم هستم که من مثلا 120 سال عمر کنم که بتونم خدمت کنم به خانوادم و بتونم به هر حال کار مفیدی در این دنیا انجام بدم. خب به هر حال یه نوعی امر معروفه اگر به خود ما بگیم که مثلا میخوایم این کارو انجام بدیم و به هر حال میخوایم یک نتیجه خوبی برای روز قیامتی باشه. ولی برای دیگران هم هست، یعنی برای اونهایی که ما خیلی دوست داریم دلسوز دیگران هستیم، مثلا والدین، فرزندان، همسر و غیره. و امر به معروف همی این یک نوعی از نشانه دلسوزی هست، اما روش مختلفی داره. مثلا فرض بفرمایید اگر قرار هست که شما به زبان فقط بیارید و اولا با خودمون کار نکردیم، خب امکان داره که این هیچ اتفاقی نیفته، احتمالاً هم برعکس بشه. چون میگن خب شما که میگن نماز سر وقت بخونید، تمام این روزای اخیر که شما سر وقت نماز نخوندید، الان که شما الان حوصله دارید سر موقع بخونید، الان به ما بگید چی کار کنیم یا نگیم. اول با خود ما باید کار کنیم، یعنی اگه واقعا دوست داریم. حالا مثلا خیلی ها میگن خب سخت بیدار شدن برای نماز صبح، خب سخته برای اونه که زیاد نمیخواد کار کنه در این مورد، نمیخواد زیاد تمرکز کنه، ولی سخت نیست. اگر یک کار مهمی دارید 2 ساعت قبلش هم بیدار هستی. و هر حال این نماز یک نمونه است از امر به معروف. امر به معروف میگم از خود ما باشه، یعنی باید عملا نشون بدیم که ما کار میکنیم با خود ما و یک امری که ما دوست داریم، زوری نیست و با خودمون کار کردیم. خود به خود دیگران هم دنبال میان، مثلا تو خونه ببینن که شما مثلا نماز خوندید، خب جایی هست پشت شما یه سجاده هم بذارن که اقتدا کنن برای نماز. این یک روشیه بدون گفتنش، چون به هر حال حتی از با مراجع عدول که سوال شده گفتن که آیا خوب هست ما به زبان امر به معروف کنیم تو خونه ای که به هر حال کسی نمیخواد سر موقع نماز بخونه؟ نه، گفته شده نه، چون برعکس میشه. چون شما داره تکرار میکنی هیچ اثری نداره. اما خب اگر روش تو خونه یه طوری باشه که شما به هر حال عملا خودتون اولا با خودتون کار کرده باشی و این نماز عادت شده سر وقت، دیگران هم پشت شما هم نماز رو ادامه میدن. این بحث نماز. اما خب تو امر به معروف تو موضوعهای مختلفی میشه پی برد. مثلا تو بحث روابط دوستانه، روابط دوستانه خب مثلا تو اگر شانسی نداریم که بچه هامون توی مدرسه خصوصی ببریم، مدرسه اسلامی یا مدرسه خانگی که بچه ها حفظ بشن از اختلاط در مدرسه، خصوصا توی یک فضای غیر مسلمان، خب سخته. و خب خود به خود بچه ها با جنس مخالف ارتباط دوستانه پیدا میکنن، هرچند که شما 1001 بار بگید که شما کار حرومی انجام ندید، فقط دنبال درست باشی، فضای جوری که جذب میکنه، اینه یک شکری که توش سم داره، یعنی ظاهرش خیلی شیرین و خیلی زیباه، ولی داره در واقع از داخل بچهاتون اون دارن خراب میکنن، قلباشون رو سم توش میذارن و یواش یواش دور میشن از وظایف مسلمان و حتی از خیلی از دیدگاه های عقیدتی. برای همینه که گفتنش هم بگید که خب مثلا نرو مثلا با یه جنس مخالف دوست بشی، الان وقتت تلف میره، شما فردا امتحان داری، امتحانت عقب میفته، شما مثلا به جایی که با دوستات رفیق بازی کنید برو درس تو بخون. این لفظ باعث میشه که برعکس بشه، هیچ اثری برای بچهاتون نداره. اگه مثلا یک بار گفته شده تو یک موضوعی، یک صحبت جدی،
به هر حال اگر ارتباط رفیقانه باشه بین والدین و فرزند، و این یه صحبتی میگم، یه صحبتی با هم داشته باشیم، این موضوع رو میخوای باز کنید با توضیحای شرعی، توضیحای اخلاقی اجتماعی، و خب مثلا حرف گوش دادن میدون. اما این امر به معروف با تکرار کردن امر به معروف نیست، این یک نوع هرسمنته، این یه نوع اذیت و آزاره، برعکس میشه اتفاقا. اگر هم از شما هم بترسه یواشکی انجام میده کاملا، دیگر رو بیاد درستش کنید. کسی که الان شروع کنه یواشکی کار کرده باشه که شما نفهمی، حالا بابی افتتاح کردی که ازار یک کارهای دیگه هم انجام بدن. بهترین کار همینه که این نوعی امر به معروف شما با خودتون بگید که برنامه بذارم که این بچه دیگه توی مدرسه نباشه، به هر حال بتونیم بچه توی محیط نباشه. حالا این یه نمونه دیگه بوده. نمونه دیگه هم هست که فرض بفرمایید خیلی اوقات سبک زندگی خود ما یه نوعی امر معروفه. مثلا دیگران میبینن چطور شما زندگی میکنید، چون به هر حال مردم میبینن بین ادعاها که انجام میدیم، که میگیم به دیگران، مثلا ما ادعا داریم، من ادعا میکنم مثلا من فلان کسی هستم، من فلان حقوق در میارم، من سر موقع نماز میگم، ادعاه. ولی خب مردم تیزن، میبینن اون فقط اگر فقط به اندازه ادعاه آدم میفهمه اون سبک زندگی خودم انتخاب کردم، اون کارهایی که انجام میدم برای کار، برای مدیریت پولم مشخص میشه کلا تا کجا ما میرسیم، اون خانواده رو تا کجا میخوایم اداره کنیم. این نوع امر به معروف میشه. یه مسلمان معتقد و یک خواهر محجبه کامل که ایشون تحصیل کرده و یه الگوی برای دیگران باشه، خب این امر به معروفه، داره به دیگران نشون میده شما مثلا اعتقاد داشته باشین، سر موقع نماز بخونی، توفیقی تو زندگیتون پیدا میکنی، آدم تحصیل کرده، معتقد، با نظم، ترتمیز، بدونی که به هر حال فخر فروشی کنه به دیگران نشون بده ببین چقدر من در آوردم، عقده جوونیشو میخواد خالی کنه سر مردم، که خب به هر حال این مردمو داره به طور دلسوزی دیگرانو نگاه کنید، خود به خود اینا میان الهام میگیرن از نوع زندگیتون. مثلا ببینن برای دعای کامل شما دعا میکنید، میگه که این دعای کامل باعث برکتی تو زندگیم بیفته، یا شروع کردم هر سال برم کربلا زیارت، این برکت تو زندگیم آورده. به مزی که شروع کردم ببینید زندگیمون، بچه هم سلامتیمون به هر حال یکی یکی بیاد مشخص میشه. بله، اینم برنامه امروز ما بود، انشالله که قابل استفاده بوده، انشالله که هممون توفیقی داشته باشیم که انشالله بریم کربلا به زودی زود انشالله، حالا محرم و اربعین و ازار یک دلائلی داریم ما بریم کربلا انشاءالله. تا برنامه بعد، یا علی مدد، خدا نگهدار. کمال تشکر رو داریم از جناب شیخ محمد سیروس، انشاءالله که روزی همه شما و ایشون بشه زیارت از نزدیک عتبات مقدس در کشور عراق رو، و این رو از خدای تبارک و تعالی میخواهیم. عرض بکنم بلغ العلا بکماله، کشف الدجا بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. یه بار دیگه خدمت تمامی شما عزیزان تبریک عرض میکنم تا روز عید مبعث رو به کلیه مسلمانان جهان. امیدواریم از این اسوه حسنه
آقا پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، بهترین بهره ها رو بگیریم، به ویژه از اخلاق نیکوشون، از رفتار زیباشون، از همدردیشون با عزیزان غم دیده، از خرسندیشون با عزیزان شاد. همه موارد رو انشاءالله از این بزرگوار و اهل بیتشون دریافت بکنیم و اول از همه توی زندگی خودمون اعمال بکنیم و به دیگران هم منتقل بکنیم. اللهم آمین. وقت اون رسیده که بنده به نیابت از شما دست ادب به سینه بگذارم، سر پا باشم، رو به حرمهای مطهر آقا سید الشهدا آقا ابوالفضل العباس علیهم السلام قرار بگیرم، با همدیگه عرض سلام و عرض حاجت و عرض تبریک داشته باشیم. بعد از اون صدای شما رو به کربلای معلا برسونیم. آماده اید؟ هر که دارد هوس کربلا، بسم الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى أم المؤمنين، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليك يا مولاي يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ساقي عطاشا كربلاء، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلوات الله عليهم، السلام عليك وعلى أمك أم البنين حليلة أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى إخوانك وأخواتك، السلام عليك وعلى أطفال الحسين المظلومين، يا كاشف الكرب عن وجه الحسين اكشف كروبنا بحق أخيك الحسين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. زیارتتون قبول باشه بزرگواران. خوشا به سعادت اون عزیزانی که شب گذشته و امروز نجف اشرف هستن، چون زیارتی خاصه آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیهم السلام هست و از
روز گذشته، روز و شب گذشته شما دیدید تصاویر جمعیتی رو که در حرم مطهر آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب که به واسطه پخش زنده شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در اختیارتون قرار داده شد. ما شاء الله از جمعیت. حقیقتش خیلی سعی کردم من هم برم که نائب الزیاره باشم ولی متاسفانه توفیق نداشتم. ان شاء الله اگر در طول روز توفیق پیدا شد حتما دعاگو و نائب الزیاره شما خواهیم بود. البته این رو بدونید عزیزان همکارمون در نجف که هستن فرمودن که میرن زیارت به نیابت همه از عزیزان مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام، خانواده های حسینی، مشترکین و عزیزانی که این مجموعه رو دارن یاری میکنن تا این کار خیر و خداپسندانه انجام بشه. انشاءالله همگی حاجت روا باشید. اما پل ارتباطی شما با شهر مقدس کربلا و استودیوی برج مجموعه رسانه امام حسین علیه السلام، شماره تماس 2-0964-771-61-67-100 هستش که شما انشاءالله از طریق تماس تلفنی، تماس صوتی واتساپ و تماس صوتی فیستایم صدای خودتون رو به کربلای معلا برسونید. تماستون که وصل شد بزرگواری بفرمایید صدای تلویزیونتون رو تا آخر ببندید، از طریق تلفن با ما همراه باشید که فاصله رفت و برگشت صدا خللی در کار ایجاد نداشته باشیم و دو صداهه نشه موقع پخشی که در خدمتتون هستیم. انشاءالله عمری داشته باشیم، شب هم ظاهر آقا هم سید الشهدا خواهیم بود. به نیابت از شما دعاگو و نائب الزیاره هستیم انشاءالله. اولین تماس رو دریافت کنیم. سلام علیکم و رحمت الله. خب متاسفانه صدای این عزیز رو نداشتیم، تماسشون قطع شد. این که ما یاد بگیریم روش، سیره و زندگانی پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو، ائمه اطهار صلوات الله علیهم اجمعین رو و به دیگران منتقل بکنیم یک وظیفه است. در قسمت اول برنامه عرض کردم ما حقیقتا وظیفه داریم. ممنونم از عزیزان همکارمون در نجف اشرف که باز مهمان کردن ما و شما رو به دیدن تصاویر حرم مطهر آقا امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیهم السلام. اجازه بدید توضیحات رو بعد بدم خدمتتون، تماس رو دریافت بکنم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آقای خلف زاده بزرگواری، شما مبارک باشه بر همه شیعیان، خصوص امام زمان علیه السلام. عید شما هم مبارک باشه خواهر بزرگوارم. به کربلا و نجف خوش آمدید، بفرمایید زیارت کنید. زنده باشید. تشکر، ممنون از برنامه زیبای شما بر همه همکاران و خواهش میکنم دوستان شما. رحمان رحم اللهم صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک امیر المؤمنین و ابن سیدنا مسیح، السلام علیک فاطمه الزهراء سید النساء العالمین، السلام علیک محمد ناظم علیه السلام، السلام علیک خدیجه الکبرى ام المؤمنین، السلام علیک یا ابا الارواح التي حلت بفنائک، علیکم مني سلام الله ابدا ما بقيت بغي الليل والنهار ولا جاله الله احد من زيارتكم، السلام على الحسين ولا علي ابن الحسين ولا اولاد الحسين ولا اصحاب الحسين ولا زوار الحسين جميعا ورحمه الله وبركاته، السلام امدار دشکر بلا اون فضل بازی علم دار، السلام علیکم امام سلیم اشتبا علیه السلام، السلام علیکم بزین و کروه سلام علیه علیه، السلام علیکم عز الحسین عزیز رغی علیه السلام، السلام علیکم ام المومین علیه السلام، السلام علیکم یا امام الزمان یا شریک القرآن یا خلیفه الرحمن امام انس و جان، السلام علیکم اهل بیت نازنین
پیغمبر، السلام علیک شهدا نور مقدس، السلام علیک افتادتان شهیدی در کربلا، فرج مولای ما آقای من سرور من، ان شاء الله به زودی زود برم ایدی ایمان را و ظهور مولای من بدی. ات محمد ناظم تو روی دار خدا هستی، تو پیغمبر خدا هستی، خدا تو پیش ما رو آبرو داری. خداوند بر روی اهل بیت ناظم پیغمبر آقای من سرور من سایه من، ان شاء الله به زودی زود برسن. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، استاندار نکن آقای من خلف زاده بزرگوار نایب زیاره من باشید. یا علی مدد، یا علی مدد، خدا نگهدار شما و همه عاشقان آقا پیامبر اکرم، امیر المؤمنین و اولاد معصومشون باشه. یه بشارت بهتون بدم، این رو شب گذشته با خودم مرور میکردم که امروز صبح حتما بگم، داشت یادم میرفت. میدونید فرستادن صلوات بر محمد و آل محمد با عجل فرجهم چه مزیتی داره؟ الان عرض میکنم. اول صلوات رو بفرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. علامه امینی رحمت الله علیه، صاحب کتاب الغدیر، خوب دقت بکنید، ایشون فرمودن که هر کسی صلوات کامل بفرسته بر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله با و عجل فرجهم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، در ثواب نوشتن کتاب الغدیر با من امینی شریک هستش. ما شاء الله، جانم قربان شما مولای من یا امیر المؤمنین که به برکت صلوات در نوشتن کتاب الغدیر سهیم باشیم. حالا علامه امینی رو خیلی از شماها قطعا بینندگان فرهیخته شبکه جهانی امام حسین علیه السلام کاملا میشناسن، منتهای ام یک موردش رو من بگم، عذرخواهی میکنم از عزیزی که الان پشت خط هستن، حقیقتا عذرخواهی میکنم، و اونم اینه که بچه از یک روستایی آمد در خانه علامه امینی و گفتش که اون زمانی که ایشون در خارج از ایران زندگانی میکردن برای تحقیقاتی که در ارتباط با همین الغدیری که میخواستن مینوشتن و به رشته تحریر داشتن در میآوردن، خیلی اذیتها کشید، خیلی صدمه ها خورد، به خیلی از کشورها سفر کرد، بیش از شاید 100,000 جلد کتاب خطی رو ایشون ورق زده و زیر و رو کرده تا بتونه فضیلت‌های آقا امیرالمؤمنین و غدیر رو بیاره در کتابش. مخلص کلام، این که آقا جان مادر من رو به فوت هست و از شما تقاضا داریم دعایی بکنید، فرموده باشه یک کاغذ بیارید، یک چیزی نوشت داد به دست اون بچه، گفت ببر بگذار روی سینه مادرت. به روز نکشیده بود، یعنی پایان روز تمام نشده بود که ناگهان مردمان اون دیاری که علامه امینی پیششون بودن متوجه شدن خیلی از سیل عظیمی از مردمان دارن میان به طرف خانه علامه امینی. آقا جان ظاهرن این بچه مادرش فوت کرده و اومدن به خونخواهی، اومدن به خاطر دعوا، خیلی هستن، گویی که کل اهل قریه و روستا آمدن به طرف شما. وقتی آمدن نزدیک، زن بزرگ سالی ایستاد سلام کرد، گفت آقا جان ما آمده ایم بر ولایت آقا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام شهادت بدیم، ما آمده ایم سنی هستیم، من رو به فوت بودم، پسرم آمد پیش شما، شما این کاغذ نوشته رو گذاشتید، خوندید داخلش چه بوده؟ نه خیر ما نخوندیم، باز کنید بخونید. نوشته بود بسم الله الرحمن الرحیم، اگر امینی پیش شما آبرویی داره، این خانم
شفا پیدا بکنه. ببینید وقتی انسان معرفت پیدا بکنه به ولایت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب و سیره زندگانی و فضائل این بزرگواران، باعث هدایت میشه. غافل نشیم، خودمون رو دست کم نگیریم، خوب کار بکنیم تا انشاءالله نتیجهش رو هم بگیریم. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم سلام. سلام خدمت شما آجی آقا، عید مبارکتان مبارک باشه. عذرخواهی میکنم معطل شدید پشت خط، عیدتون مبارک باشه، بفرمایید زیارت کنید. تشکر از سخنهای خوبی که بر ما میگین. خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستضعفیها و بعدر ما هات به علمت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا حیدر کرام، السلام علیک یا بیبی فاطمه زهرا، السلام علیک یا بیبی خدیجه کبرا، السلام علیک یا ام البنین، السلام علیک یا ابو الفضل عباس، السلام علیک یا بیبی زینب، السلام علیک یا بیبی رقیه حسین، السلام علیک یا علی اصغر حسین. عید مبعث رسول الله مبارک بر تمام اهل بیت تبریک میگم. السلام علیک یا مولانا، یا آقای امام زمان جل تعالی فرجه و شریف، ظهور مولانا را عیدی برای ما عطا بفرمایید. یا پروردگار پاکم، هر چیزی در مولانا را بخیر به خوبی ظهور الهی شده. آمین. الهی التماس یا علی مدد، یا علی مدد، خدا به شما جزای خیر بده، حاجت روا باشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم، اللهم عجل لولیک الفرج. تماس بعدی. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم آجی آقا. خواهر بزرگوارم عید شما مبارک، بفرمایید زیارت کنید. عیدی مبعث حضرت پیغمبر را برای شما، برای تمام مسلمانان جهان تبریک میگم. علم و فرج آقای امام زمان باشه. اللهم آمین. بسم الله بگو بنی آبر فرزندانم، شوهرم، خواهران، برادران از رای دور زیارت میکنم. انشاءالله زوار امام حسین زوار السلام عليك يا ابن امير المؤمنين وابن سيد الوسعين، السلام عليك يا ابن فاطمه سيده نساء. متاسفانه تماسشون اینترنتی بود و قطع شد. انشاءالله که حاجت روا باشن. من عذرخواهی میکنم، جریان و داستان رو خیلی خلاصه گفتم به خاطر اینکه میخواستم عزیزمون پشت خط نمونه. عذرخواهی میکنم اگر کم و زیادی گفتم، بزرگواری بفرمایید، به بزرگی خودتون ببخشید. حتما پیگیری بکنید و از این نوع داستان ها فراوان هست و داستان نیست، حقیقتی است که اتفاق افتاده. سلام علیکم و رحمت الله. زائر محترم لطف کنین صدای تلویزیونتون رو ببندید، از طریق تلفن با ما همراه باشید. سلام علیکم. خب متاسفانه تماسشون قطع شد، تماس بعدی رو بگیریم. سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا صالح المهدی یا صاحب الزمان. در گوش دل میرسد زهرا بانگ یا علی، باشد شب زیارت شیر خدا علی.
هر می کشد دلم در این روز عزیز سوی نجف، در حیرتم نبی شده مبعوث یا علی. یک نور بودند ز اول دوتا شدند، این مصطفی و محمد و این مرتضی علی. پس می روی اگر به نجف زیر رب بگو، یا مرتضی محمد و یا مصطفی علی. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حاج آقای میرخلق‌زاده عزیز و بزرگوار. از عدل و ایامکم عید بر شما مبارک. سالروز مبعث رسول مکرم اسلام را حضرت خاتم النبیین رحمت للعالمین را تبریک و تهنیت و شادباج عرض می کنم. و علیکم السلام. اسعد الله ایامکم به کربلا، خوش آمدید، خدا به شما جزای خیر بده. این شعری که خوندید اول کلامتون از خودتونه یا از کسیه؟ من نشنیده بودم، عذرخواهی میکنم. زنده باشی حاج آقای، بر شما مبارک باشه. بله از دوستان هستن. خدا انشالله بهشون سلامتی بده و به شما هم جزای باشید. خیر بده. بفرمایید زیارت کنید. تو مقام عبدالله باشه با این سرودن شعر. زنده باشید. التماس دعا دارم به نیابت آقای امام زمان، مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمان در این شب زیارتین، در این روز عزیز. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج جام. تصاویر نجف را ارسال کردید، پس بنابراین صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب، السلام علیک یا امین الله یا ولی الله، السلام علیک یا اسد الله الغالب یا مظهر العجائب یا علی یا علی یا علی، صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله. آقا جان تبریک عرض می کنم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. السلام علیک یا ساقی عطاشا کربلا، یا باب الحوائج الالله، یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کروبنا به حق اخیک الحسین. السلام علیک یا زینب کبرا، یا بنت علی المرتضی، یا جبل الصف. السلام علیک یا رقیه، یا بنت حسین الشهید، یا عزیزت الحسین. السلام علیک یا ابا صالح المهدی، یا صاحب الزمان الهی، یا حمید بحق محمد، یا عالی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمه، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین. عجل ولی کل فرج. اللهم آمین. عجل ولی کل فرج. در روز حساب خود براتی بفرست، در باغچه دل نفحاتی بفرست. با نام علی دهان خود شیرین کن، با نام محمد صلواتی بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقا عبدالله حسین و عجل فرجهم. یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد. خدا نگهدار شما و همه عزیزان باشه. ممنونیم، متشکر. از طرف ما خدمت اون عزیزی که این شعر رو گفته بود هم سلام برسونید و بفرمایید انشاءالله دعاگو و نائب الزیاره هستیم. ممنونیم، متشکر. صلوات الله علیکم یا اهل بیت النبوه جمیعا و رحمت الله و برکاته. تماس بعد رو دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم حاج آقا، عید شما مبارک. عید بر شما مبارک. بفرمایید زیارت. باشه بچه‌ش. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجر فرجهم. السلام علیک یا ابو عبد الله، السلام علیک ابن رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین و ابن سید وسیم، السلام علیک یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها، السلام علیک جمیعا و رحمت الله و برکاته، السلام علی الحسین علی علی ابن الحسین علی اولاد الحسین علی اصحاب الحسین، السلام علیک یا قمر ما بنی هاشم یا علمدار کربلا، السلام علیکم یا باب الاماج یا بالفضل عباس، السلام علیکم یا بی بی زینب کبرا، السلام علیکم علی اکبر جانی از قدیان، السلام علیکم یا بی بی رقیه، السلام علیکم یا جمیع و رحمت الله و برکاته، السلام علیکم یا صاحب زمان الغم سلمان و زود شتاب کن آقا عالم ز دسترت فادر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، فرج آقا امام زمان ما رزول شب سلامتی شه نزدیک بسادی، بیمارای خلق و شفای و خیبتی، بیمارای امان و خانم خدا بر امام زمان یکی از زوارای مستند قرار بتی،
فرج آقا امام زمان مولانا. اللهم آمین. اللهم عجل لولیك الفرج. قبول باشه خواهرم، زیارتتون حاجت روا باشید انشاءالله. ممنونیم، متشکر. و اما تماس بعد. سلام علیکم و رحمت الله. ظاهر محترم صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم. علیکم السلام. عید شما مبارک. بفرمایید زیارت. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک ابن امیر المؤمنین و ابن سید المسلمین، السلام علیک، السلام علیک علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، السلام علیک یا ابا الفضل العباس، السلام علیک یا صاحب الزمان. اللهم عجل لولیک الفرج. قبول باشه خواهرم، زیارتتون حاجت روا باشید انشاءالله. و اما دقایق انتهای برنامه است، آخرین تماس رو هم دریافت بکنیم. سلام علیکم و رحمت الله. زائر محترم صدای بنده رو دارید؟ سلام علیکم. الو، صدای شما به ما رسیده. سلام علیکم آقای مخلف زاده. سلام به شما، سلام به همکار شما. عید شما مبارک باشد. عید شما هم مبارک. بسم الله الرحمن الرحیم. از راه دور قلب نزدیک زیارت نما ابو عبدالله الحسین علیه السلام، بنیابت همه واریز، به واریز، بد واریز، بنیابت خانواده خودم، خانواده شوهر. السلام علیکه یا ابو عبدالله، السلام علیکه ابن رسول الله، السلام علیکه خیرت الله ابن خیرت، السلام علیکه ابن امیر المؤمنین و سید الوسعین، السلام علیکه فاطمه زهرا سید النساء الامین، السلام علیکه یا حسن مجتبی یا غریب بقی یا کریم اهل بیت، السلام علیکه یا ابو الفضل عباس علمداری کربلا، السلام علیکه سقای کربلا، السلام علیکه زواری کربلا، السلام علیکه زینب کبرا بنت امیر المؤمنین، السلام علیکه رقیه بنت الحسین، السلام علی الحسین وعلى علی ابن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسین جميعا ورحمة الله وبركاته. گوشی آقای من خلف زاده. اللهم عجل ولیک الفرج. حاجی جان به کربلا خوش آمدید، انشالله در حد 50 ثانیه. سلام علیکم آقای من خلف زاده. و علیکم السلام، عیدتون مبارک. السلام علیکم آبا عبدالله، السلام علیکم ابن رسول الله، السلام علیکم ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسعین، السلام علیکم ابن فاطمه زهرا سیدت النساء العالمین، السلام علیکم ابن خدیجه الکبرا ام المؤمنین، السلام علیکم آبا عبدالله ارواح التي حلت بثنائك، علیکم منی السلام الله ابدا ما بقیه و بقیه لیل و النهار، ولا جعل الله الاخر الاهل من لزیارتكم، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی حسین، السلام علیک یا مولای ابو الفضل عباس یا قمر بن هاشم یا فرزند امیر المؤمنین یا باب الحوایج، السلام علیک یا زینب کبری، السلام علیک یا عزیز الحسین رقیه، السلام علیک یا باب الحوایج مصعب بن جعفر، السلام علیک یا جواد الملك، السلام علیک امام هادی، السلام علیک مسلم، السلام علیک یا صاحب الزمان. اللهم عجل لولیک الفرج. قبول باشه برادرم، زیارتتون حاجت روا باشید. اللهم آمین. الحمدلله رب العالمین. خیلی کوتاه بود ولی الحمدلله پر خیر و پر برکت بود. عرض میکنیم خیرت الله، فردی که خدای تبارک و تعالی او رو اختیار کرد. اللهم به حق نبیک نبی الرحمه و رحمتا للعالمین، عجل لولیک الفرج. امیدوارم زنده باشید و باشیم تا یه برنامه دیگه از برنامه های سلام کربلا. یا علی. با پیرانه سیاه کفن شدم، یا حسین کربلا، یا حسین کربلا، باز ببین اومدم با یه چشمان خیز، جز به گریه کنان آقا اسممو بنویس.